معمولا سال نو که میشه یکی از مزایاش فکر کنم برای همه عموم مردم این هستش که دید و بازدیدا بیشتر میشه، آدما فرصت دارن دوستانشون، آشناهاشون، فامیلشون، بچه هاشون، مادر پدراشون رو بیشتر ببینن. ما هم توی تلویزیون کانال جدید خانوادهمون فعالین این کانال هستن. متاسفانه روتینای زندگی نمیذاره که مرتب بتونیم همدیگر رو ببینیم و دید و بازدید داشته باشیم. عید به ما این فرصت رو هم داده. آوات فرخی مهمون ماست. سلام به شما، خیلی خوش اومدید. ممنون، منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز. ممنون از اینکه دعوت کردین و من خواهش تونستم اینجا میکنم، ممنون باشم. که پذیرفتین با تشکر. این همه مشغله و کار که دارین. خیلی خواهش بالاخره میکنم. خوشحالم که این فرصت پیش اومد که بتونیم همدیگر رو ببینیم. آوات، شما قبلا خیلی با تلویزیون فعالیت میکردی و برنامه میبستی و الان یه مدتی کارات محدود شده، حداقل از اون چیزی که ما میبینیم. اون که پشت صحنه چه کارایی میکنی حتما فرصتی میشه بخوای توضیح بدی. الان چه جوری داری زندگی میکنی؟ چه کار داری میکنی؟ بله، قبلا من با ایسکرا بودم و برنامه های تلویزیونی یا ایسکرا رو میبستم به زبان کردی. متاسفانه الان امکان به خاطر داشتن دو تا بچه و یه سری بله. مشغله امکان این رو ندارم که دیگه نگی متاسفانه خاطر بچه ها. از اینکه نمیتونم آره، باشم متاسفانه از اون لحاظ نه، ولی نمیتونم جلوی دوربین باشم و در خدمت عزیزان باشم و برنامه ببندم، ولی پشت صحنه کماکان هستم و خواهم بود و امیدوارم که بتونم این مشغله ها رو پشت سر بذارم به زودی و بتونم دوباره برگردم به تلویزیون و برنامه هم ببندم. اصلا دلم نخواد تو دلتو خالی کنم، ولی بچه ها هنوز خیلی کوچیکن، خیلی مونده هنوز. ولی به هر حال واقعا داشتن دو تا بچه کوچیک، میدونم درس هم داری میخونی و خب پشت صحنه هم داری کلی فعالیت میکنی، بالاخره فعالیت های حزبی که تمامی نداره که، ولی واقعا شاهکار میکنی. خب مشغله هات بیشتر چیه؟ یعنی علاوه بر درست که اون چیز شخصی خودته، با بچه ها چجوری روزگار میگذرونی؟ با بچه هام که الان یه مقدار بزرگتر شدن کارم یه مقدار راحت تر شده، ولی در کل مشغله همیشه هست و خصوص درسام که الان یه مدتی سنگینه و مجبورم خودم رو برسونم و روزام بیشتر با درس و بچه هام میگذره و میرسی؟ سخته ولی خب تلاش میکنم. الان که رسیداره از بعضی وقتا مجبورم از خواب بزنم، از استراحت بزنم، ولی خب آره سعی میکنم آره. برسم. خب دلت میخواد که الان که بالاخره جلوی دوربین نشستی، سال نو هست و خیلی اتفاقات توی ایران افتاده، علی رغم اینکه مردم خیلی تحت فشار بودن، ولی خیلی اتفاقات خوبم افتاده. دوست داری خطاب به بیننده های تلویزیون چند کلمه صحبت بکنی؟ حتما با کمال میل. سال نو رو تبریک میگم به همه عزیزان و امیدوارم که سال جدید براشون سال پر از موفقیت و سلامتی باشه و همه اون حقهای ابتداییمونو که برامون شده یه آرزو، امیدوارم که با سرنگونی جمهوری اسلامی اون حقهامونو از توی آرزوهامون بکشیم بیرون و به واقعیت تبدیل کنیم و حتما میشه با توجه به این که با این همه بدبختی که جمهوری اسلامی سر مردم آورده، ولی حس اعتراض و مبارزه و سرزندگی و امید به بهتر بودن و نتونسته تون مردم بکشه و از بین ببره و میدونیم که هر روز اعتراضات از گوشه گوشه ایران سر میزنه و مردم یه زندگی بهتر میخوان و قطعا میتونیم با دست تو دست هم نگه داشتن و تلاش و مبارزمون و همچنین انتخاب حزبمون که به نظر من خیلی مسئله مهمیه، اینکه ما بخوایم چی رو انتخاب بکنیم و انتخاب بکنیم که با حزب کمونیست کارگری میتونیم اون آرزوهامونو که همیشه برامون شده آرزو و هر وقتی ازشون حرف میزنیم میگن اصلا حرفش نزنین، این اصلا امکان نداره، ولی با وجود حزب کمونیست کارگری و با هم بودنمون میتونیم اون آرزوهامونو بکشیم بیرون و به واقعیت تبدیل کنیم و یه زندگی آروم و سالم رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازتون. فکر میکنم که باز هم حسین برامون برنامه ای داره. تشکر از شما.